آخری سال 2019 دنیا را بیماری همگیر فرا گرفت که تمام انسانیت را به تشویش آورد، باعث اندوه برخی از ساکنان سیاره گردید. نابسته به سن و سال، دین و آیین، نژاد و قوم و ثروت و منصب، این بیماری کسی را نمی شناخت و جان میلیون ها ساکن کره زمین را زیر خطر گذاشته، میلیون های دیگر را به هلاکت رساند. موافق اطلاع دسترس، تا امروز زیاده از 156 میلیون نفر در تمام عالم به بیماری کووید 19 گرفتار شده بود. از این شماره زیاده از 3 میلیون و 200 هزار نفر جان خود را از دست دادند. حکومت جمهوری تاجیکستان با راه اندازی نمودن تدبیرهای شدید پیشگیری کننده نسبت به این بیماری توانست که در یک مدت کوتاه سطح گرفتاری شهروندان را به کرونا ویروس کاهش دهد. زیاده از 4 ماه می شود که در جمهوری تاجیکستان بیماری کرونا ویروسی نوی کووید 19 به قید گرفته نمی شود. یعنی مدت 4 ماه و 7 روز است که جمهوری تاجیکستان بیشتاسا آری از این بیماری است. البته این زحمت های شبانه روزی حکومت جمهوری تاجیکستان، زحمت های شبانه روزی کارمندان ساحه تندرستی یعنی طبیبان کشور بود در راه مقابله با این بیماری که امروز ما بدون کووید از هوای بی‌غبار نفس گرفته خرسندانه خوشبختانه زندگی کرده ایستاده‌ایم. اما یک نظری به خارج کشور اگر افکنیم، امروز وضعیت در جمهوری هندوستان و در جمهوری ترکیه بی‌نهایت وزنین است، علل خصوص در جمهوری هندوستان که طبق اطلاع رسانه‌های خبری در 4 دقیقه یک نفر از این بیماری فوت میکند. البته این وضعیت ما را هشدار میدهد که باز هم در سمت پیشگیری این بیماری تدبیرهای ایلوگی را اندیشیم و این تدبیرها البته در دست خود هر یک شهروند است، چون که بیماری کرونا ویروس نوی کووید 19 چون بیماری سیرویتی است و از ما تنها رعایت طلبات گیگینه شخصی را طلب میکند. یعنی آن توصیه هایی که طبیبان به ما میدهند، شستن دستان، پوشیدن نقاب، فاصله اجتماعی، این یک چند توصیه عادی هست که باید از جانب شهروندان رعایت کرده شود تا اینکه ما به همون مرحله ناخوبه که سال گذشته در همین شب روز ما در همون مرحله قرار داشتیم، یعنی روبرو با بیماری کرونا ویروس بودیم، به همون مرحله نیاییم. اگرچه در بعضی از کشورها دایر به وضع این معتدل در سمت بیماری کرونا ویروس خبر میدهند، اما در بعضی دیگر آید شتمهای نوی این بیماری گزارش ها نشر می شود. از همه وضع نگران کننده امروزا در کشور هندوستان مشاهده می شود که طی یک هفته اخیر حدود 400 هزار نفر مبتلای کرونا ویروس شده، سطح مرگ و میر به مراتب می افزاید. امروز در تمام نقطه های مرزی در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه خادمان ساحه طب نشستند و شهروندانی که از خارج کشور وارد تاجیکستان می شوند آنها را از تشخیص تستی می گذرانند و مدت 3 روز، مدت 4 روز تا معین شدن نتیجه تشخیصشان به کارانتین خانگی می فرستند و بعدا طبیبان عائلوی آنها را مدت 4 روز نظارت می کنند. وقتی که معین شد که مثلا شهروندی از خارج کشور آمده گرفتار بیماری کووید نیست، پس آن می تواند آزادانه مثلا در جای های جمعیتی گشت و گذار کند. اگر شهروند این توصیه طبیبان رو یعنی رجه کارانتین رو رعایت نکند، مثلا مبادا گرفتار بیماری کووید 19 باشد، وارد مغازه شود، وارد بازار و مرکز های سودا شود، آن شهروند باعث دوباره سرایت کردن شهروندان جمهوری تاجیکستان به این بیماری می شود. یعنی که وضع خوب جمهوری تاجیکستان را باز ناخوب می سازد. از همین لحاظ هر یک شهروند باید مسئولیت شهروندی خود را حس کند، مسئولیت انسان دوستی خود را حس کند و نگذارد که بار دیگر ما با آن وضعیت ناخوب روبرو شویم. موردی ذکر است که یکی از راه‌های سیرویت نشدن به این بیماری این گرفتن واکسین می باشد که این معرکه در کشور با مرام جریان دارد. در همه حالات به تمام شهروندان توصیه داده می شود که برای پن نشدن این بیماری سیرویتی احتیاط کار باشند تا سلامتی خود و نزدیکان را زیر خطر نگذارند.